خب در مورد پدال ها حالا میخوایم صحبت کنیم. ما سه نوع پدالی که اینجا داریم تو پیانو باسیک تو پیانو رویال به صورت مشترک باعث میشن که یه افکت های تنین های رو به ساز و به آهنگ ما بدن. پدال هایی که به سمت راست، رایت، وسط، سنتر و چپ، لفت معروف هستن. این پدال ها، پدال اول پدال دمپر، ساستین، تنین، آرپش، اسم مختلف داره. این پدال باعث میشه که وقتی که ما هر نوتی از کلاویه میزنیم این داخل پیانو اکشن هایی که هستن چکش ها به سیم میخونن اون رزونانس و اون صدا رو به ما میدن. من الان پدال رو نمیگیرم یا آکورد میزنم، صدا قطع شد. حالا پدال رو میگیرم هم آکورد رو میزنم. ببینید صدا هنو ادامه داره تا وقتی که من پامو رو پدال وردارم قطع میشه. پس این تنینه رو به ما میده، اون ریورب رو به ما میده. پدال دوم پدال میوت هست. داخل پیانو باعث میشه که پرده نمدی بین چکش و سیم قرار بگیره برای اجراها و تمرینات روزانه. برای اینکه صدای پیانو کم باشه بتونیم تمرینات داشته باشیم استفاده کنیم. الان هم آکورد رو من بدون پدال میوت میذارم. ببینید صدا زیاده. حالا پدال میوت رو میگیرم هم آکورد رو میذارم. میبینید صدا کم شد، برای تمرینات خیلی خوبه. حالا پدال آخر پدال سافت هست. داخل پیانو باعث میشه که ما هر کدوم از کلاویه‌ای که میزنیم چکش وقتی به سیم میخوره به سه تا سیم میخوره اون صدا رو به ما میده. وقتی این کلاویه رو میگیریم و میزنیم و پدال سافت رو که میگیریم، ببینید کلاویه نرم‌تر میشه برای اجراهایی که میخوایم حالا داشته باشیم و این داخل چکش به یک سیم میخوره. ببینید الان همون آکورد رو من میخوام بزنم. این پدال رو الان وقتی پامو رو پدال برمی‌دارم این سفته، ولی وقتی میذارم قشنگ پدال میگیرم کلاویه زیر دستم تکون بخوره، یه حالتی جابجا میشه و ببینید نرمتر میشه کلاویه برای اجراها خیلی راحت تره. اینم سه تا پدال پیانو. پیانو 7 اکتاف داره از بمترین تا زیرترین صدا، وسعت صدای زیادی داره. اما برای شروع پیانوی که بخوایم بزنیم خیلی ابتدایی و خیلی مبتدی تا پیشرفته. ببین کتاب هایی که هست، یکیش کتاب گلچین آهنگ هاست. این کتاب آهنگ داره ایرانی خارجی برای زدن پیانو مختلفه میشه زد. اما بعد کتابی داره به نام کتاب اشمیت، این هم باز روش های مثل پیانوس، فقط زدنه، زدن های پیانو میتونه باشه. ببین به این صورت. خب پس این میتونه بسانه کسی که پیانو کار کنه کتاب اولش باشه. اما کتاب اصلی که من به همه هنرجو درس میدم کتابیست به نام بیر، کتاب بیر. کتاب بیر اول اومده دست راست بعد دست چپ به تفکیک جدا کرده. حتی صفحه اولش رو نگاه کنید اومده کلیدهای پیانو رو گذاشته که شامل نوت‌ها میشه. خیلی کتاب خوب و جامعیه، میتونید داشته باشید از روش متداش وقتی یاد بگیرید بزدن. همینجوری وقتی میره جلو درس ها سنگین تر میشه. سی دی هم داره که میتونید درس ها رو گوش کنید. پس بخوام یه پیانیست رو تعریف کنم که بخواد خوب شروع کنه، اول کتاب بیره بعد اشمیته. ببین به ترتیب میگم، یا خیلی کم سن تر باشه میتونه اشمیتو بزنه بعدش بیره بزنه، فرقی نداره، این دوتا با هم شروع بشن خوبه. بعد از اینا میتونه گلچین بزنه. ولی بعد که خیلی حرفه‌ای شده یه کتابی داریم به نام کتاب هانون که شامل یک و دوه. این هانون یکه و این هانون دوه. خیلی پیشرفته است، روش هم نوشته پیانیست نخبه. پس کتاب های پیشرفته ایه. و یه کتاب دیگه هم باز داریم، کتاب چرنی. پس همونطور که میبینیم ما تقریبا برای یک پیانو از مبتدی تا حرفه‌ای به 6 تا کتاب نیاز داریم. خب این معرفی کتاب ها بود که من گفتم. اما نحوه انگوش گذاری روی پیانو، خب ما دو تا دست داریم، دست راست دست چپ. خب ما باید طوری بزنیم که دستامون نه حالت اینجوری باشه که خیلی زشت باشه ولی اینجوری باشه، نه اینجوری. همیشه فکر کنیم یه چیزی مثل آجر، یه جسم سنگین روی دست ماست، خب که نمیذاره انگشتای ما بپره بالا پایین. ببین از نوت دو شروع میکنیم، دو ر می فا سول لا سی. خب این دست راست من، دست راست ما میذارم رو نوت دو، این نوت دو. خب ببین تمام انگشت 1 2 3 4 5 تمامش به این شکل وامیسته. یا دست چپ ببینید باز به این شکل.
دست راست دست چپ با هم زدن. نباید انگشت رو ببره، مثلا میخوایم بزنیم دور می، نباید اینجا بشه دونه دونه، نه انگشت رو بازی کنه، نه چه دست چپ نگاه، نه پنج تا انگشت قشنگ کنار هم، انگار فکر کن یه وزنه روی دستته، چه دست راست چه دست چپ، ببین به این صورت اینجوری میزنی، ببین این انگشت همه کنار هم مرتب، ببین دوره می فا سول فا می ره دو، درسته؟ حالا اینجوری این از این. خب این تا اینجا. پس کتاب ها رو معرفی کردیم و تفکیک دست راست و چپ. اما حالا من تو این کتاب بیه خب یه سری نوت داریم، ببین نوت های فرعی داریم، نوت های اصلی داریم. خب حالا شما به خاطر اینکه نوت ها رو یاد بگیری خیلی راحته. ببین من اینو به این صورت ببین قسمت میگیرم، ببین این شاسی های پیانوس خب از نوت دو شروع شده، از زیرترین یعنی همون بمترین تا آخر پیانو هرچی دو هست، ما تو این پیانو هفت تا دو داریم. پس ببین از اینجا شروع شده، ببین از همین پایین اومده، دو پایین فرعی میاد بالا، دو وسط پیانو، دو بالا تا به اینجا، درسته؟ این علامت هشتی که به اصطلاح انگلیسی نوشته چند تا نقطه، این به معنی اکتاوه، اکتاو یعنی بالای پیانو، قسمت راست بالای پیانو میشه. پس اینو مد نظر داشته باشه. از روی این ببین باز من میگیرم که اگر نداشته باشی ببین راحت دوره میفاصلاسی به این صورت نگاه کنی، یه سری نوتا روی خطن، یه سری نوتا بین خطن، یه سری نوتا زیر خط و یه سری نوتا بالای خط، به همین ترتیب. مثلا نوتی که این پایینه رو ما بهش میگیم نوتای فرعی، مثلا نوتی که این بالا هست فرعی. اکثر هنرجو مثلا خب این یه تیکر رو یاد میگیرن، خیلی ممکنه تو بعض از آهنگا این پایینی ها این بالاها از یادشون بره، به خاطر همین میتونی این کتاب رو داشته باشه، خیلی خوبه، کتاب خیلی خوبیه. چرا؟ چون اولش به این صورت نوتا رو معرفی میکنه، بعد میاد دست راست و چپت رو دست راست و چپت کار میکنه، قوی میکنه و بعد دو دستی. خب اما ببین اینجا حتی نوشته تمرین برای انگشتان دست راست، ببین 24 تا تمرین برای دست راست. حالا نگاه کن برای دست چپ و باز اینجا دست چپ، وقتی دست راستت رو درست کرد و دست چپت رو، حالا ببین نوشته تمرین اجرا برای هر دو تا دست، حالا دست راست و چپت با هم شروع میکنم. پس این کتاب رو به نظر من باید داشته باشی، چرا که خیلی کمکت میکنه وقتی داری یاد میگیری، به وسیله اینا هم نوتا رو هم جاهاش رو یاد میگیری، هم ببین نوتای گرد سیاه نوتای چنگ داره، همه رو دونه دونه ببین تا آخر کتاب شما یاد میگیری. پس این به این صورت کتاب بیرمون میتونه مفید باشه. اما خب نحوه انگشت گذاری روی پیانو رو گفتم، پس دست راست دست چپ طوری قرار میگیرن که انگار فکر کنه یه جسم سنگین رو دستامونه، انگشتا بالا نپره. ببین ببین هیچ کدوم انگشتای من بالا پای نپره، حالا دست چپ نگاه، درست؟ پس اینم از این. خب پس دست راست و چپمو درست انجام دادم. خب این معرفی کتاب ها بود و نحوه انگشت گذاری. خب درس یک تموم شد، حالا درس دو. درس دو به چه صورته؟ درس دو ما به این صورته که توی پیانو دست چپ ما آکورد میزنه، دست راست ما ملودی میزنه. خب پس و یه پا اینجا پدال رو میگیره، پدال پیانو رو میگیره، که حالا من نشون بدم ببین این پدال منظورمه، ببین ایها این پدال هست، این سه تا پدال های پیانو، درسته؟ خب به این صورت. خب اینم از این. پس دیدی پیانو این سه تا پدالاش انجام شد، اما ادامه کار میخوایم چیکار کنیم؟ حالا تو درس دویی که الان داریم شروع میکنیم، ببینیم ما پدال رو برای آرپژ استفاده میکنیم، پدال رو برای آهنگ استفاده میکنیم، یه خوشگلی میده. ببین اگه من بدون پدال استفاده کنم نوتامو نگاه کن، صدا قطع و وصل میشه، ولی وقتی پدال رو میگیرم پیوسته میشه، نوتا به هم مخلوط میشن، به اصطلاح ادغام میشن، پس خوشگل میشه، درسته؟ خب پس این از این. حالا کاری که میکنیم، ببینیم ما تو پیانو مهمترین المان دست چپمونه، خب دست چپمون آکورد میزنه، دست راستمون
ملودی ها رو میزنه. پس باید انقدر قوی باشه. اینی که تو دست راست باشی یا دست چپ باشی ربطی نداره. پیانو چون دوتا دست داره کار میکنه، باید از دوتا دستت کار بکشی. حالا آره، وقتی دست راست باشه خب سریعتر ببین میتونه ملودی ها رو اینجوری بزنه. خب یا مثلا دست چپ باشه خب میتونه مثلا آکوردها رو اینجوری بزنه. درسته؟ خب پس این میتونه انجام شده باشه. حالا من میخوام بهت بگم که تو پیانو انواع اقسام آکورد ها رو داریم. آکورد سه صداییه. آکورد سه صدا، یعنی سه تا نوت با هم. ببین سه تا نوت با هم رو من گرفتم، یا مثلا درسته؟ خب حالا پیانو قرار نیست فقط دست راست باشه، چون اصلا خوشگل نمیشه. دست چپ باید بیاد به کمکش تا بتونیم یک پیانو خوشگل بزنیم. ببین مثلا این ملودی رو تو نگاه کن، من پدالم میگیرم، خب مثلا فقط دست راست بزنم، نگاه کن. خب این به اصطلاح قشنگ بود، ولی خب یه چیزی خالی بود، اونم به اسم آکورده. حالا همین رو نگاه کن با آکورد چجور میشه. آکورد اومد خوشگلترش کرد آهنگ منو. خب پس ادغام اینا شاید یه خورده کارمون رو سخت کنه، ولی به خاطر همون میگه. ولی وقتی دست راست و چپ ما جدا و بعد با هم شروع به کار کنن، میتونه خوشگلترم بکنه قضیه کار. خب حالا یه سری نوتا رو میخوام بهت توضیح بدم حالا تو این کتابه. ببین ما به تفکیک نوتامون هر نوتی یه ضرب آهنگی داره. ببین من کتابو میارم جلو. این نوت هر جا دیدی نوت گرده، چهار ضربه، یعنی که ما چهار ضرب نگرش نمیداریم، چهار ضرب میشماریمش. مثلا نوت میو من میخوام ببین گرد بزنم. ببین اینجوری میشه، یک دو سه چهار، تا چهار تا میشمارم ور میدارم. حالا این تقسیم میشه، میاد این نوت چهارم چهار ضرب تبدیل میشه به دو تا نوت سفید. میبینی نوت گرد، نوت سفید، سفید دو ضربه. ببین یک دو. خب حالا همین سفید ها دوباره تقسیم میشن، میشن به چهار تا سیاه، یعنی هر کدوم از این سفید ها میشه میبینی دو تا سیاه. این شد دو تا سیاه، سیاه میشه یک ضرب، نگاه، تموم شد. حالا این سیاه ها تبدیل میشن به چنگ، به این میگیم نوت چنگ. بعضی موقع چنگ و این شکلی، بعضی موقع اگه دو تا سه تا نوت بود میبینه این دو تاست اینجوری به هم وصل میکنه، مثلا این چهار تاست اینجوری. پس سیاه هم شد چنگ. چنگ اینجوریه، نیم ضرب یا یک دوم ضرب، خیلی سریعتر باید بزن. پس دیدی از نوت چهار ضربی اومدیم دو ضربی، بعد اومدیم یک ضربی، بعد اومدیم یک دوم ضرب یا نیم ضرب. خب حالا خود این باز تقسیم میشه به نوت دولا چنگ. میبینید دو تا دولا چنگ، یعنی دو تا خط داشته باشه نوتامون، درسته؟ ببینید دولا چنگه. خب دولا چنگ دیگه خیلی سریع اینجوری میشه، میبینی زود دستام میزنم ور میدارم. حالا اینا تو آهنگ تو روش زدن کمک میکنه، و دولا چنگ میشه سه لا چنگ، و آخر میشه به چهار لا چنگ. پس دیدی یه نوت گه چجوری تقسیم شد رسید به چهار لا چنگ. پس یه بار دیگه، چهار ضرب تقسیم میشه میشه دو ضرب، نوت سفید دو ضربه، بعد میشه تقسیم میشه میشه نوت سیاه یک ضرب، نوت سیاه میشه چنگ نیم ضرب، چنگ میشه دولا چنگ، درسته؟ و همینطور سه لا چنگ و چهار لا چنگ. این ترتیب نوت هاست. ببین باز من میارم جلو، حالا اگه کتاب در دسترس نبود دقیقا نگاه کنی. ببینی از نوت گرد، ببین رو صفحه بالای بالا شروع شد، خودش هم نمیشه، نوت گردمون شد سفید، شد سیاه، شد چنگ، شد دولا چنگ، سه لا چنگ و چهار لا چنگ. ببین این از اول تا آخر، یعنی تا آخر که بخوای موسیقی کار کنی، 10 سال 20 سال 30 سال، اصلا تا اون 100 سالی هم که گذشته، 200 سال گذشته، همش همین بوده، اضافه نمیشه. هفت نوت همیشه هفت نوت بوده، اضافه نمیشه. پس با اینا میتونیم یه آهنگ ملودی خوب بسازیم یا بزنیم. پس اینو باید یاد بگیری. خب درسته؟ پس این تقسیم نوت‌ها شد، یا به اصطلاح میگیم ارزش نوت‌ها.
این از این. حالا این مواردی که اول باید یاد بگیریم درسته. حالا به کلیدهای سفید پیانو خب ما میگیم نوتای بکار یا نوتای خونسا. ببین از اینجا تا اینجا. اما این سیاها که ما باشون میزنیم، ببین اسم این سیاها هست دیز و بمول، یعنی بعضیش میشه دیز بعضیش میشه بمول. پس یعنی هر نوت، ببین هر کدوم از این سیاها، ما 5 تا نوت سیاه داریم، 5 تا کلاویه سیاه داریم، هر کدوم 2 تا نوت میشه. خب حالا بعدها تو درسای بعدی، تو درسای جلوتر به توضیح میدم که اینا چه نوتیه. پس این دوره می فاسولاسی که رو یاد گرفتیم، پس بالاهاشون یه سری نوتا، یه سری کلاویه سیاه داریم، اینا دیز و بمول میشن، درسته؟ خب این از این. حالا علامتاشون چیه؟ ببین من علامتاشم الان بهت میگم. ببین الان نگاه کن، دیز علامتش به این صورته، میبینی یه علامت حالت مربعی داره، این درسته. بمول یه بی میذارن کنارش، درسته؟ پس این شد دیز، این شد بمول. بکارم یه ها میبینی یه مربع به این صورته، یعنی این که مثلا ممکنه یه نوت دیز برگردی یا از یه نوت بمول برگردی نوت بکار رو بزنیم میشه نوت خونساش. خب این ها، حالا اینجا رو نگاه کن، نوشته دیز بمول بکار، اینم علامتاش. باز من اینجا گرفتم جلوتر که ببینی چجوریه. ببین دیز بمول بکار، این علامتاشه. خب اینم شاسی های پیانوس. پس یه بار دیگه دوباره بهت میگم شامل همه نوت ها میشه. یه موقع فکر نکنی دوره می فاسولاسی چند تاست، کلا 7 تاست، منتها چون پیانو ساز بزرگی از بمترین صدا تا زیرترین صدا رو داره، به خاطر همین انواع اقسام نوت ها رو ما تو این داریم. فقط باید جاش یاد بگیری که منظور مثلا یه واقع توی آهنگ یا توی درس به ما دو رو گفت، حالا ببینیم دو پایین پیانوه، دو وسط پیانوه یا دو بالای پیانوه، به شکل ها باید دقت کنیم. خب پس تا اینجا نوت ها رو یاد گرفتیم، انگوش گذاری دست راست و چپ رو یاد گرفتیم، دیز و بمول و بکار که چیان یاد گرفتیم، کار با پدال رو تقریبا یاد گرفتیم، ولی بیشتر تو درس های بعدی بهت میگم که چجوریه. حالا ببین مثلا دست راست، خب به این صورت کلید سول نمیشه، چهار چهار روم نوتا رو میبینی، همونایی که گفتم. حالا ببین وقتی اون نوتای گرد و سفید و سیاه یاد بگیر، ببین اینجا سیاه داریم گرد داریم، خب دوباره میایم تا پایین، اینجا ببین باز همین نوتا هست، سیاه گرد. وقتی اینو یاد بگیری دیگه تو میتونی بزنی دیگه، تو بلدی نوتا رو چجوری اجرا کنی. ببین مثلا به اینجا میرسیم، مثلا ببینی اینا چنگ شد، اینا نوتای سیاهه. ببین چنگ چی بود؟ آها این چنگ. ببین چند تا نوت به هم وصل میشن، ببین اینا شد چنگ، درسته؟ خب پس اینم از این. حالا باز از روی کتاب من مواردی که باشه رو دوباره درس میدم. خب اما دورمی فاسولاسی خودمونو، حالا دست راست رو دوباره من شروع میکنم بزدم. فقط ببین دست راست نباید زیاد اینجوری بیافته، اینجوری احساسش رو بیمه کن، نه اینجوری شه، قشنگ 5 تا انگشت کنار هم روی پیانو. ببین دو ره می فا سول فا می ره دو، دست چپ دو ره می فا سول فا می ره دو، درسته؟ پس این دوتا دست با هم انجام دادن کارشونو. خب و اما کتاب هایی که باز معرفی کردم برای یادآوری، یک بار دیگه تو این پایان دوتا درس اول میگم که هم کتاب ها رو دوباره بشناسی، همین که اگه نیاز داشتی به تهیهش حتما تهیه کنی. کتاب اصلی ما کتاب بیره، فوق‌العاده کتاب خوبیه برای پیانیست شدن، فوق‌العاده خوبه. در کنارش میتونی از کتاب اشمیت هم استفاده کنی، اما این دوتا کتاب وقتی تموم بشه، یعنی وقتی زدی، ممکنه کتاب بیار اگه خیلی قوی باشی 6 ماه هم تموم بشه. بعدش کتاب گلچین آهنگ ها، یه کتابیه که اگه دوست داشتی یه سری آهنگ ها، ببین از توش بتوون هست، باخ هست، ببین اینا همش آهنگ درس نیست، آهنگ های ایرانی داره، سنتی داره، همه جور آهنگی رو داره، میتونی از اون یه موقع آهنگی که خاصی بزنی. ببین کتاب گلچین آهنگ ها تارپینیان، درسته؟ اینم از این، این از این. خب اما اینا رو بیشترتر یه دقیقه بهت توضیح بدم. خب ببین
کتاب هارون یکی نوشته پیانیست نخبه، یعنی بعد اون دو تا کتاب رو بیه رو اشمیت تمام کنی تا برسی به این کتاب. این کتاب همش دولا چنگه. یعنی چی؟ یعنی به توضیح دادم ببین این مثلا درس یکیش میبینید نوشته همه دولا چنگه، یعنی خیلی سری باید بزنی. و تو این کتاب هارون تو انگشتات از زیر هم تکون میخوره، حرفه‌ای تر میشه. ببین تا آخر کتاب ببین همه دولا چنگ ولی سخت، تریوله داره، تریبل داره، چنگ داره. این 60 تا تمرینه، این کتاب اولشه. این کتاب رو تمام کنیم میرسه به کتاب شماره 2ش. ببین هانوم پیانیست نخبه شماره 2، این هم باز تکمیل شده اون ولی خب طبیعتا سخت‌تره. تو این یه سری باز نوتا دولا چنگه ولی روش زدن فرق داره. نگاه کن ببین به چه صورته، باز من میزنم جلوتر ببینیم. این هم از این. خب و در کنار اینا ها باز یه کتابی هست به نام چرنی، اینم کتاب خیلی خوبیه، تکنیک های نواختن داره. ببین تو با این کتاب ها میتونی انواع اقسام تکنیک ها رو بزنی. تو همشون دولا چنگ هست، دوبل هست، اکتاف هست، تریوله هست، بعد علائم مختلف هست. پس ببین برای اینکه بخوای یه پیانیست خوب بشی عجله نکنی، میتونی این چند تا کتاب رو مثلا میتونی اگه تا حالا پیانو نزدی میتونی اول به یه رو شروع کنی بعد اشمی. این دوتا کتاب نهایتا مثلا 6 ماه زبان میبره ولی حرفه‌ای، به یه رو اشمی. بعدش در کنارش میتونی گلچین آهنگ ها رو بزنی و بعد خیلی حرفه‌ای شدی دیگه میریم سراغ هانون 1 و هانون 2. خب درس 1 و 2 تموم شد. خداحافظ.